حق زن در میراث. وقتی که دین اسلام آمد، تمام حکم زمان جاهلیت را باطل کرد که در آن زمان زنان چیز میراث نمی گرفتند، ولی اسلام برای آنها نصیب در میراث فرض گردانید. حقوق آنها را اسلام حفظ کرده با تفصیل آن را بیان کرد تا حقوق زنان ضعیف و کودکان پایمال نگردد. الله سبحانه و تعالی فرمود مردان را از آنچه پدر و مادر و خیشان بگذارند حصه هست و زنان را از آنچه پدر و مادر و خیشان بگذارند حصه هست. از آنچه کم باشد آن مال یا بسیار، این حصه مقرر کرده شده است. سوره نساء آیت 7. الله سبحانه و تعالی میراث را از مال برای زنان نصیب فرض شده نامید. بنابراین هیچگاه جایز نیست که ما به عرف و عادت خود بازگردیم، و اینچنین جایز نیست که مال میراث را همچنان که می خواهیم آن را صرف بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از پایمال کردن حقوق زنان حذر کننده فرمودند: بار الها، من از پایمال کردن حق دو ضعیف یعنی یتیم و زن با شدت بر حذر می دارم. حدیث با روایت ابن ماجه، امام نسائی و امام احمد. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه در حجۃ الوداع بیان کردند که البته این تقسیم میراث از طرف الله سبحانه و تعالی و از شریعت او برای بندگان است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آینه الله تعالی برای هر یک میراث گیرنده نصیب از میراث را نصیب کرده است. حدیث با روایت ابن ماجه. بنابراین بر هیچ کدام از مایان جایز نیست که این تقسیمی که الله تعالی از آن راضی است تغییر بدهیم. هر شخص نصیب از میراث دارد، خصوصا زنان نصیب از میراث دارند، و به هر مسلمان حرام است که زنان را از حق میراثشان منع کند و یا به آنها ظلم کرده حق آنها را گرفته کمی از میراث به آنها بدهد.